دیگرش هست شدت یا اینتنسیتی. بعد مثلا من همین دوتا رو بگم، فریکونسی یعنی زیر و بم شدن صدا، مثل که من یه صدا رو بگیرم بگم یا رو ستار بزنم یا رو سنتور سین و بم، این مسیر، این تیف، این اسپکترومی که هست بهش میگن پدیده فریکونسی، که خب اندازه گیری میشه و واحدش هم هرتز. اینتنسیتی شدت، زمانی که شما با یک فریکونسی ثابت، مثلا بگیم آ، بگیم آ، بگیم آ، فریکونسی بالا پایین نمیده ولی شدت تفاوت داره. یکی دیگه دیوریشن یا همون دیرند بهش میگن تو فارسی، دیوریشن. بعد توی وقتی که میخوام راجع به وزن توی شعر حرف بزنیم و به بهرهای عروضی که اسمش رو شنیدیم میرسیم، میخوام راجع به حرف بزنیم، یه کمیت دیگه هم اضافه میشه، اونم تعداده، باید بهش بگم کمیت یا حجام، چیزی که در واقع ما رو راهنمایی میکنه که بریم راجع به مسئله ریتم توی شعر صحبت کنیم. ببینید زبان فارسی مثل تو اساسا زبان سولید تری نسبت به زبان انگلیسی، برای همینه که قابلیت اینو داره که مقطع باشه، تک 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 ما حرف زد، در حالی که انگلیسی حالت مایع‌وارتری داره از لحاظ صوتی زبان انگلیسی. وقتی شما چهار تا بیت در نظر میگیرید میتونید یه جمله اینقدی انگلیسی یا یه جمله اینقدی انگلیسی رو توش بگنجونید، ولی تو فارسی این محدودیت رو دارید. و چرا؟ برای که زبان فارسی 6 تا صدای مشخص داره، ا او آ او بی، سه تا کوتاه سه تا بلند. این سه تا کوتاه سه تا بلند من دوستان گفتم توی ایونت پیج بنویسن، البته دیر گفتم که اگه کسی دلش خواست دفتر کاغذ بیاره برای خودتون یادداشت بکنید، ولی من منابعی که دارم ازشون حرف میزنم آخر معرفی خواهم کرد که خواستین اطلاع داشته باشید. بلند یکم اضافه کردم، بلند یکم اضافه کردم. خب اینو یه مثال از این بزنیم، بار، هور، سیر، این یکی این باشه، باز کوتاه، حرف حرف، مثال بزنیم، در، د، ا، ر، د، در، سر، مرد، خب، می‌نویسم مرد، این یکی آخری، همینه، اینجوری میشه، دوست، زیست، خب، کل هر کلمه ای که در زبان فارسی چیزه، این یکی از این شش تا ساختار رو تو دل خودش داره، ممکن بعد از ترکیبای اینا ریتم کلمات ساخته میشه. در همین میگم زبان فارسی قابلیت اینو داره که مقطع بشه در تیک 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 تیک. در حالا شما میبینید که به راحتی تمام شما به عنوان آدمایی که یعنی شعر ایرانی و شنیدین هر چقدر ایده یا وقت من یعنی چون که انتظار داری که بگه دیر بماندم در این سراب یک کهن من چه کنم دین کتاب به تاب یک انتظار داری هی کات 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 میگه. جالبه که همین اتفاق یه مثال دیگه براتون بزنم، اینه که وقتی که رادیو شکل میگیره، صنعت رادیو چیز خب موزیسیان های نسل موزیسیان های به وجود میان از شاگردان سبا، بعد شروع میشه مثل گنده هاش پرویز یاحقی، علی تجلیلی، حبیب‌الله بدیع، کسایی که تصنیفایی که میسازن، تمام برنامه های گلها رو داریم گوش بکنیم، جالبه که ریتم میگم هیچ ارزش موسیقیشون رو بالا پایین نمی کنیم، یعنی تمام خوبی ها شبت ایده و بهمن، یعنی چون که انتظار داری که بگه دیر بماندم در این سراب یک کهن من چه کنم دین کتاب به تاب یک انتظار داری هی کات 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 میگه. جالبه که همین اتفاق یه مثال دیگه براتون بزنم، اینه که وقتی رادیو شکل میگیره، صنعت رادیو چیز خب موزیسیان های نسل موزیسیان های به وجود میان از شاگردان سبا، بعد شروع میشه مثل گنده هاش پرویز یاحقی، علی تجلیلی، حبیب‌الله بدیع، کسایی که تصنیفایی که میسازن، تمام برنامه های گلها رو داریم گوش بکنیم، جالبه که ریتم میگم هیچ ارزش موسیقیشون رو بالا پایین نمی کنیم، یعنی تمام خوبی هاشون هر چی مثال بخواییم بزنید از موسیقی پاپ یا راک غربی توی اون دوچاره بیشتر قرار میگوشید. حالا ما ریز انواع اقسام داریم ها، مثال از علیزاده و پریسون، اون یکی لطفی بازا
اومدن. این مثال رو برای چی دارم میزنم؟ برای که ریتم‌های اینا پیچیده‌تر و مدرن‌تر نسبت به ریتم‌های اون کارهای برنامه گل‌ها، چرا که زمانه اکسپرشنش بالاتر رفته بوده، به ویژه که مقطع سیاسی انقلاب بوده و جامعه یه مقداری دوست داشته که از حالت بزمی به حالت رزمی کشیده بشه، ریتم‌ها این شکلی. ولی این اتفاق تو شعر تو کلاسیک فارسی برعکس افتاده، یعنی مدرن‌تر از لحاظ ریتم قبل از چیز بودن، تو سبک خراسانی بودن. و اینقدر مثال هست، رودکی رو خیلی همون تو کتاب درسی ها بچه های همسن من یادتون بود که زمان پندی آزاد وار داد مرا. ولی این چجوری کلمه رو میشنه کنن شما امکان نداره بتونی معمولی بخونی، یعنی حتما اشتباه میکنی. زمان پندی آزاد وار داد مرا، زمان را چون نکو بنگری همه پند است. به روز نیک کسان گفت تا تو غم نخوری، بسا کسا که به روز تو آرزومند است.